سرخط خبرها. در حالی که قیمت سوخت در لایحه بودجه سال آینده ایران تغییر نکرده، روحانی میگوید دو نرخی شدن بنزین در آینده اشکالی ندارد. پیچی تازه در مسیر برگزیت، تقویت احتمال تعویق رأی‌گیری فردا در پارلمان. دادگاه اروپا میگوید بریتانیا میتواند به تنهایی برای ماندن در اتحادیه تصمیم بگیرد. جایزه صلح نوبل امسال برای دو زن به دلیل تبدیل خشونت جنسی به ابزاری برای مقابله با این معضل. و تلاش زنان کره‌ای برای تغییر نگاه جنسیت زده در محیط کار. سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری دوشنبه 19 آذر 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهور ایران میگوید دو نرخی شدن سوخت در آینده اشکالی ندارد. حسن روحانی در نشستی با مقام‌های وزارت راه و ترابری این کشور گفت تعیین دو نرخ برای سوخت میتواند برای کسانی که به گفته او درست رانندگی میکنند تشویق و برای متخلفان تنبیه باشد. آقای روحانی تاکید کرده که در بسیاری از نقاط دنیا بهای سوخت در روزهای مختلف از جمله روزهای تعطیل و شلوغ متفاوت است. چه اشکال داره که ما سوخت رو دو نرخه کنیم برای کسی که درست رانندگی میکنه، برای کسی که احتیاط نمیکنه؟ حالا تو کشور ما سوخت نرخ ثابت داره همیشه. تو دنیا که اینجوری نیست. تو دنیا روز تعطیل سوخت یه نرخ داره، روز کار یه نرخ داره، موقع شلوغی یه نرخ داره. نرخ ها روز به روز ساعتی، شما باید نگاه کنی به پمپ بنزین میرسی که الان بنزین چنده. این نیست که دیروز زدی چند بوده. حالا اینجا ما عادت کردیم به یک قیمت فیکس و ثابت. و حسن روحانی بود، رئیس جمهوری ایران. نرخ سوخت در لایحه بودجه سال آینده ایران تغییر نکرده. ثابت ماندن قیمت سوخت در سالهای اخیر قاچاق آن را به تجارتی سودآور تبدیل کرده. به نظر می آید دولت می خواهد سیاست سهمیه بندی بنزین و توزیع با کارت سوخت را ادامه دهد. گزارش شیدا هوشمندی به این موضوع می پردازد. در آستانه تصویب بودجه سال جدید قیمت بنزین باز هم بی تغییر می ماند. محاسباتمون 1000 تومانیه که الان هست. هیچ یک از این ارقام در بودجه نمیاد. مبانی محاسباتیمون اینطور هست. قیمت سوخت در ایران فاصله زیادی با قیمت جهانی و منطقه دارد. برنامه ششم توسعه میگوید قیمت بنزین باید به 90% قیمت تحویل در خلیج فارس برسد. یعنی باید دست کم 5 برابر شود. اما دولت مجلس اراده‌ای برای رسیدن به این هدف ندارند. دولت پارسال وعده داده بود که از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به اشتغالزایی کمک کند. هیچ چیزی را گران نخواهیم کرد مگر اینکه خواهیم گفت این پول کجا صرف خواهد شد و اگر شما قبول داشتید اون کار رو خواهیم کرد. شما به ما فرمودید، شما به ما در انتخابات گفتید اولویت یک ما اشتغال جوانهای ماست. این هدف دولت هنوز محقق نشده. مردم هم مدت هاست به دریافت یارانه و مصرف سوخت ارزان عادت کردند. یارانه‌ای که هزینه‌اش از جیب خود مردم بیرون می رود چون نتیجه آن تورم است. روزانه رقمی به بزرگی 400 میلیارد تومان یارانه بنزین توزیع می شود. از این رقم بالاترین دهک درآمدی 100 میلیارد تومان سهم می گیرند و قاچاقچیان 80 میلیارد تومان. سهم کم درآمدترین ها از یارانه اما بسیار کمتر از دو گروه دیگر و حدود 10 میلیارد تومان است. این موضوع رو باید روش انگشت گذاشت که در حالی که یارانه بنزین در ایران حدود 400 میلیارد تومان هست، برای هزینه عمرانی فقط و فقط 140 میلیارد تومان در روز اختصاص پیدا کرده، یعنی چیزی حدود 1/3. قیمت بنزین در ایران یکی از پایین ترین ها در جهان است.
حدود 29 سنت در لیتر، یعنی حدود 1/4 متوسط جهانی. در میان کشورهای نفتخیز تنها ونزوئلا سوختی ارزان تر از ایران دارد. اما قیمت بنزین در عربستان تقریبا 2 برابر ایران، بنزین اسرائیل گرانترین در منطقه، در نروژ با ذخایر بزرگ انرژی قیمت بنزین نزدیک 2 دلار و گرانترین سوخت جهان در هنگ کنگ حدود 2.10 دلار است. ایران کشوری با منابع عظیم نفت است و همین خاطر بسیاری بالا رفتن قیمت فرآورده‌های نفتی مانند بنزین را نماد بی‌عدالتی می‌دانند. دولت در حالی به پایین نگه داشتن قیمت سوخت ادامه می‌دهد که میزان پرداخت یارانه انرژی در جهان طی سال‌های اخیر تقریبا نصف شده. به نظر می‌رسد پیچیدگی‌های وضعیت ایران شرایط این کشور را متفاوت کرده. شرایطی که هم ادامهش هزینه بر است و هم مسیر تغییرش میتواند در کوتاه مدت پرپیچ و خم باشد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نسخه کامل گزارش شیدا رو میتونید در برنامه 60 دقیقه امشب ببینید. بانک مرکزی ایران میگوید متوسط قیمت مسکن در تهران در آبان امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل بیش از 90% افزایش داشته. بر اساس این گزارش معاملات انجام شده هم نسبت به پارسال تقریبا نصف شده. همزمان خبرگزاری ایسنا از رشد 111% قیمت مسکن در منطقه نوه تهران خبر داده. بر اساس این گزارش رشد قیمت از نیمه شمالی شهر تهران به نیمه جنوبی این شهر هم گسترش یافته. کارکنان شرکت فولاد اهواز در 31 روز اعتراضاتشان با پوشیدن کفن جلوی دفتر نماینده رهبر ایران در این استان تجمع کردند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از معترضان خیابان مقابل دفتر محمدعلی موسوی جزایر را مسدود کردند. این 23 تجمع کارگران فولاد در مقابل مراکز دولتی این استان است. وزارت خارجه ایران به شهروندان این کشور توصیه کرده تا اطلاع ثانوی به گرجستان سفر نکنند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره رسیدگی به وضع ایرانیان در بعضی کشورها از جمله صربستان و گرجستان گفته سیاست و تلاش وزارت خارجه حمایت از حقوق این افراد است. پیشتر گزارش‌های مبنی بر ممانعت از ورود شهروندان ایرانی به گرجستان منتشر شده بود. دولت این کشور تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده. دادگاه عالی اروپا حکم داده که بریتانیا میتواند حتی بدون توافق همه اعضای اتحادیه اروپا برنامه خروجش از این اتحادیه را لغو کند و در آن باقی بماند. این در حالی است که قرار بود پارلمان در لندن فردا شب درباره پیشنویس توافق بریتانیا و اروپا رأی گیری کند. دقایقی پیش دولت اعلام کرد این رأی‌گیری به تعویق افتاده و ترزا می نخست وزیر برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه راهی بروکسل خواهد شد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. قضات دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ امروز نمکی بر زخم برکزیت در بریتانیا ریختند. چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا. این قضات حکم دادند که بریتانیا اگر بخواهد میتواند حتی بدون تایید همه کشورهای عضو اتحادیه برنامه خروجش را لغو کند و همچنان در اتحادیه اروپا باقی بماند. خروج بریتانیا از اروپا شکاف‌های بزرگی ایجاد کرده در میان مردم بریتانیا، در میان پارلمان و هیئت دولت. این وزیر خارجه که میگوید چاره ای نیست جز خروج از اتحادیه اروپا بر اساس پیشنویس توافق. حکم دادگاه عالی اروپا چیزی را تغییر نمیدهد. فقط تصور کنید که آن 52% مردم که برای خروج رأی دادند چه احساسی خواهند داشت اگر در اتحادیه اروپا باقی بمانیم. به نظرم چنین چیزی برای مردم پذیرفتنی نیست و آنها را بسیار عصبانی خواهد کرد، چیزی که قصد دولت نیست. خیلی از آنهایی که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادند دیروز در لندن به خیابان‌ها آمدند. در میانشان گروه‌های راست افراطی و تندرو، کسانی که پیشنویس توافق خروج از بریتانیا را که قرار است در پارلمان به رأی گذاشته شود یک خیانت می‌دانند به نتیجه رفراندوم 2 سال پیش. این دولت خود ما با اروپا به توافقی رسید که ما را حتی بیشتر از قبل به اتحادیه اروپا وصل می‌کند. این توافقی نیست که ما می‌خواستیم.
ما آمدیم اینجا که بگیم این یک خیانته. آنهایی که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند هم بیکار ننشستند. کسانی که خواهان یک رفراندوم دوم هستند در میان این بن‌بست که اختلاف ها ایجاد کرده است. کسانی که میگویند بریتانیا در داخل اروپا بریتانیایی مقتدرتر، مرفه‌تر و قدرتمندتر خواهد بود و بزرگتر. نسل جوان ما هیچ وقت ما را نخواهد بخشید. اگر آنها را از کوریدورهای قدرت در اروپا محروم کنیم و اروپایی ها پشت درهای بسته تصمیم هایی بگیرند که بر آینده ما تأثیر خواهد گذاشت. اختلاف های بیرونی آینه ای از اختلاف های درونی در پارلمان که قرار بود فردا شب پیشنویس موافقتنامه نهایی خروج از اتحادیه اروپا را به رأی بگذارد. رأی گیری که حالا به تعویق افتاده بعد از آنکه روشن شد توافق پیشنهادی نخست وزیر بریتانیا با اکثریت بزرگی رد خواهد شد. کسرانجی بی بی سی. انتظار میره که ترزا می نخست وزیر بریتانیا حدود 2 ساعت دیگه در پارلمان سخنرانی کنه و در مورد تصمیم دولت برای به تعویق انداختن رأی گیری توضیح بده. با ما همراه باشید برای پخش زنده این سخنرانی و تحلیل اون. دولت فرانسه میگوید اعتراضات جلیق زردها به اقتصاد این کشور خسارت فاجعه باری وارد کرده. فرانسه در 4 هفته گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای علیه افزایش بهای سوخت و هزینه‌های بالای زندگی بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز در یک نطق تلویزیونی درباره تدابیرش برای مقابله با این بحران بگوید. در اعتراض‌های پریروز بیش از 1700 نفر بازداشت شد. محمد جواد شعله‌زدی کارشناس حقوق بین‌الملل و تحلیلگر مسائل فرانسه از پاریس با ماست. آقای شعله‌زدی، امروز اوضاع چطور؟ آیا آرامش به خیابان‌های پاریس برگشته یا اعتراضات ادامه داره؟ آرامش نسبی در خیابان‌های پاریس هست و از اول در واقع این جریان بیشتر روزهای شنبه بود که این جلیق زردها به خیابان می اومدن و اعتراضاتشون رو انجام میدادن. بقیه هفته به صورت کلی آروم بود و حالا هرچند گاهی وقتا تنش‌هایی در بعضی جاها به صورت نقطه‌ای ایجاد میشد، به صورت کلی کشور آروم هستش. قراره که تا ساعات آینده آقای مکرون با رهبران اتحادیه ها و صنف‌های اقتصادی صحبت بکنه. این گفتگوها چطور میتونه به آرام شدن وضع کمک کنه؟ دولت فرانسه قبلا عقب نشینی کرده از در واقع قانونی که میخواسته وضع بکنه و افزایش مالیات ها بر سوخت در فرانسه که باعث شد این اعتراضات شکل بگیره. اول سعی کردن این رو به مدت 6 ماه تعلیق بکنن و وقتی دیدن همچنان در واقع اعتراضات فروکش نکرده به صورت ضمنی اعلام کردن که در واقع این تصمیم رو لغو میکنن و افزایش مالیات رو در زمینه سوخت نخواهند داد. ولی همچنان اعتراضات ادامه پیدا کرده، هرچند که این اعتراضات به صورت در واقع خشونت‌آمیزی بعضی جاها مخصوصا در پاریس ایجاد شده و همه این خشونت در واقع به خاطر اون جریان جلیق زردها نیست، کسان دیگه هستن که وارد این جنبش ها میشن از راست افراطی و چپ افراطی و در واقع ملی‌گرایان و اینها گاهی وقتا میان این اعتراضات رو به هم می‌ریزن و به اختشاش می‌کشونن. و در واقع آقای مکرون قبلا تصمیمی که باید رو گرفته و عقب نشینیش رو انجام داده، ولی من فکر می‌کنم بیشتر این مذاکراتی که الان در جریان هست برای این هست که تمام اقشار سیاسی فرانسه رو متحد بکنه پشت سر خودش که در واقع این اختشاشات رو محکوم بکنن و کمک کنن به آروم شدن اوضاع. متشکر از شما محمد جواد شعله‌زدی کارشناس حقوق بین‌الملل و تحلیلگر مسائل فرانسه. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. با وجود ثابت ماندن قیمت سوخت در لایحه بودجه سال آینده ایران، حسن روحانی میگوید دونرخی شدن این کالا در آینده اشکالی ندارد. با به تعویق افتادن رأی‌گیری درباره برگزیت در پارلمان بریتانیا، ترزا می تا ساعات دیگر درباره برنامه‌هایش سخن خواهد گفت. در ادامه برنامه، تلاش زنان کره‌ای برای تغییر نگاه جنسیت زده در محیط کار.
برندگان امسال جایزه صلح نوبل از آفریقا و خاورمیانه هستند. یکی قربانی خشونت جنسی داعش و دیگری رهبر مبارزه با خشونت جنسی در جنگ. کمیته اهدای جایزه صلح نوبل نادیا مراد دختر ایزدی و دکتر دنیس موکوگه متخصص زنان از کنگو را به خاطر تبدیل موضوع خشونت جنسی به ابزاری برای مبارزه با آن برنده امسال این جایزه اعلام کرد. نادیا مراد از دختران ایزدی است که 4 سال پیش توسط داعش به بردگی جنسی کشیده شد و پس از رهایی ساکت ننشست. ژیار گل گزارش می‌دهد. داستان او قصه شجاعت در اوج بی‌رحمی و قساوت. نادیا مراد امروز جایزه صلح نوبل را در مراسمی در اسلو در پایتخت نروژ دریافت کرد. او پیش از دریافت جایزه‌اش خواهان پایان ظلم به ایزدی ها و اجرای عدالت شد. آنهایی که به ما ایزدی ها ظلم کردند حساب پس ندادند، حتی آنانی که بیش از داعش به ما ظلم کردند. تا به امروز حتی یک عضو داعش برای ظلم به ایزدی ها دادگاهی نشده. ما شاهد اجرای عدالت نبودیم. اگر عدالت اجرا نشود، در آینده گروه های دیگر هم ظهور خواهند کرد و به ما ظلم خواهند کرد. 4 سال پیش داعش نادیا مراد و هزاران زن ایزدی دیگر را به بردگی کشاند. انها داعش نهایتا ابدیه. اما نادیا مراد پس از رهایی شجاعانه مقابل چشمان بهت زده جهانیان به صدای هزاران ایزدی در بند داعش مبدل شد. او داستان تجاوزهای جنسی مکرر و فروخته شدن خودش و دیگر دختران ایزدی به عنوان برده جنسی را بارها تکرار کرد. دیگر برنده امسال جایزه صلح نوبل دکتر دنیس موکگه از کنگو است. این متخصص زنان سال هاست با خشونت جنسی در مناطق جنگی مبارزه می کند. برام بسیار مهمه که خشونت هایی را که در مناطق جنگی به زنان تحمیل میشه برجسته کنم، چون نمیشه به بهانه بیخبری دست روی دست گذاشت. معتقدم این جایزه مسئولیت جامعه جهانی در قبال زنان و کودکان در مناطق جنگی رو یادآوری میکنه. این جایزه شروعی تازه برای مبارزه با خشونت علیه زنان در جنگه. امروز کمیته بین المللی صلح نوبل در نروژ در مراسم اهدای جوایز از شجاعت و تلاش نادیا مراد و دنیس موکگه برای تبدیل کردن خشونت جنسی به ابزاری برای مبارزه با این پدیده تقدیر کرد. مبارزه مشترک این دو برنده جایزه صلح در 3 جمله خلاصه می شود. استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان سلاح در جنگ در هر شرایطی غیر قابل قبول است. استفاده از تجاوز به عنوان ابزار جنگ جنایت جنگی است. آنهایی که مرتکب جنایت جنگی می شوند باید مجازات شوند. مسئولیت متجاوزان باید پایان یابد. این پیام برندگان جایزه صلح نوبل امسال است. Shared by both Peace Prize laureates. 4 سال پس از اسارت نادیا مراد به هزاران زن ایزدی دیگر داعش از سنجار بیرون رانده شد. هزاران زن و مرد جوان در جنگ با داعش در سنجار سرزمین مادری ایزدی ها کشته شدند. نادیا مراد در حال جایزه صلح نوبل را دریافت می کند که داعش این گروه تندرو اسلامی در آستانه نابودی کامل است. ژیورگول BBC. نیکول پاشینیان نخست وزیر موقت ارمنستان در انتخابات زودهنگام پارلمانی پیروز شد. آقای پاشینیان در 7 ماه گذشته هدایت انقلابی مسالمت‌آمیز در ارمنستان را به عهده داشته و نتیجه انتخابات نشان می‌دهد که بیش از 70% آرا را به دست آورده. میزان مشارکت رای دهندگان در این انتخابات 49% گزارش شده. آقای پاشینیان با در اختیار داشتن اکثریت پارلمان وعده داده که برنامه‌هایی برای اصلاحات اقتصادی و مقابله با فساد اجرا کند. اولین پیمان مهاجرت ایمن در مراکش و با حضور بیش از 150 کشور امضا شد. این پیمان از نظر قانونی الزام آور نیست، اما نخستین سند بین‌المللی در مدیریت مهاجرت است. این پیمان 23 هدف تعیین کرده تا مهاجرت قانونی را تسهیل و با مهاجرت غیرقانونی مقابله کند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان برای نخستین بار استراتژی اعزام کارگران به خارج از این کشور را اعلام کرد. مقام‌های این نهاد می‌گویند بر اساس این استراتژی هزاران کارگر به شکل قانونی به خارج از کشور اعزام خواهند شد. آنها می‌گویند پیش از این کارگران افغان با گذرنامه کشورهای همسایه به کشور سوم فرستاده می‌شدند. بنابر آمار دولت افغانستان در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون نفر در این کشور بیکارند. مرتضی مشهور به مسی کوچک این روزها در کابل زندگی می‌کند. کودکی که با پوشیدن یک کیسه پلاستیکی شبیه لباس تیم ملی آرژانتین مشهور شد. حالا اما حمله طالبان به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی خانواده مرتضی را به کوچه اجباری به پایتخت واداشته. به گفته خانواده او شهرت مرتضی هم آنها را به دردسر انداخته. زینب آوین خبرنگار ما در کابل به دیدار مرتضی و خانواده‌اش رفت. اینجا 20 روزی است که محل بازی مرتضی شده بعد از ترک خانه در غزنی. حیاتی که زمینش خاکی است و وسعتش کم، اما مسی کوچک با رویاهای بزرگ هر روز با دوستش در آن فوتبال بازی میکند. با لباسی که مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا برایش فرستاده با امضای روی آن. مرتضی چند روزی است که دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، اما این بار به دلیل فرار از غزنی و آمدن به کابل. حمله اخیر طالبان به ولسوالی جاغوری خانواده او را مجبور به ترک زادگاه کرده. حالا این خانواده 6 نفری به دور از پدر خانواده که در غزنی مانده در یک اتاق کوچک کرایی در غرب پایتخت زندگی می کند. با کمترین امکانات. طالبان که در انگوری رسید مو آمدی مو فرار کدی نه؟ ساعت 8 بجه شاو که از جاغوری که مو آمدی فقط قنجقیم سکالای جان کماتی یه چیز خدا آورده نتنیزدی. اما دی 5 شاو در سید آمد مندی، 3 شاو در بامیان مندی، 3 نیج در کابول آمدی، نیج در کابول کمدی، یک اتاق گرفتی، اتاق هم 5000 کیرا میدی، یک اتاق یک دالیش شد. مادرش میگوید شهرت مرتضی برای خانواده به جز دردسر چیز دیگری نداشته. تهدید به رو بودن مرتضی و مورد تمسخر قرار گرفتن از سوی اطرافیان سبب ترس و رنجش آنها شده. پیش از اینکه طالبو نمدادم و برود رو اونجا گشته شده نمتونست، یا اولادهای ما در مطب رفته نمتونست، این مرتضی خود چی در مطب رفته نمتونست، و سوی دیگاه ما مطب نمو رفت، مطب گرفته دی. مو شو برو برو نمتونست، نفر میشد که گشی خانه از مو بود، از این خاطر که مگفت یا طالبو که از این خاطر که مفت مرتضی دیگه اقدر پیسه دارده نم مسی اقدر کمک کده یا اقدر پیسه داره. مرتضی 2 سال پیش با نشر شدن عکسش در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسید. پسری 5 ساله با پلاستیک سفید آبی بر تن، مشابه لباس لیونل مسی در تیم ملی آرژانتین. این عکس در شبکه‌های اجتماعی به گونه گسترده هم رسانی شد. بعد از چندین ماه انتظار سرانجام مرتضی مسی را دید. در دیدار دوستانه تیم فوتبال بارسلونا با تیم الاهلی عربستان در قطر. دیداری که برای مرتضی بیشتر به رویا میماند تا حقیقت. بعد از این ملاقات کوتاه مرتضی دوباره به افغانستان و زادگاهش غزنی بازگشت. حالا او در آرزوی دیدار دوباره مسی است. آرزویی که معلوم نیست تحقق خواهد یافت یا نه. زینب آوین، BBC کابل. برای دهه‌ها از زنان در کره جنوبی انتظار می‌رفت که ظاهری مشخص داشته باشند. رنگ پریده، لب‌های قرمز و موهای بلند. بسیاری از زنان برای اینکه چنین قیافه‌ای پیدا کنند تلاش می‌کردند. کره جنوبی یکی از بالاترین آمار جراحی پلاستیک را در جهان دارد. این مسئله باعث رشد صنعت لوازم آرایش هم در این کشور شده. اما حالا شماری از زنان تصمیم گرفتند استانداردهای پیشین را کنار بگذارند و به همین منظور جنبشی راه انداختند.
لورا بیکر گزارشی از سئول فرستاده که با هم ببینیم. در کره جنوبی پیدا کردن شغل مناسب به داشتن قیافه مناسب بستگی دارد. کیم چو هویی مانند هزاران فارغ التحصیل دیگر به یک عکاسی حرفه‌ای رفته تا برای فرم درخواست شغل از او عکاسی کند. کسایی که قرار استخدامم کنن نمیشناسنم. اونا قراره منو بر اساس اون چه در عکس به نظر میام قضاوت کنن. برای همین میخوام بهترین قیافه خودم رو بهشون نشون بدم و تاثیر خوبی روشون بذارم. در کره جنوبی از زنان انتظار می رود چهره خاصی داشته باشند، به ویژه آنهایی که به دنبال موفقیت هستند. این عکس ها به جلسات مختلفی در سراسر سئول فرستاده می شوند. هنوز هم مردان درباره استخدام یا اخراج کارمندان تصمیم می گیرند، اما شماری از زنان اخیراً در یک گروه فمینیستی در شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفتند که علیه آنچه به عنوان زیبایی در کره جنوبی معروف شده مبارزه کنند. لینا بی که زمانی در شبکه‌های اجتماعی نحوه آرایش کردن را آموزش می داد، به این نتیجه رسیده که از این وضعیت خسته شده. فکر میکنم که خیلی از زنان کره‌ای ظاهری مصنوعی برای خودشون درست میکنن. اونا از نشون دادن چهره واقعیشون به دیگران میترسن. خیلی از زنها وقتی میشنون که زشتن خجالت میکشن. منم همینطور بودم. جنبش فمینیستای کره جنوبی واکنش‌های زیادی داشته. وقتی آنها خواستار برابری شدند، به مرد ستیزی متهم شدند. لینا بی هم در یوتیوب با حمله‌های شخصی روبرو شد. من حتی به مرگ هم تهدید شدم. بهم گفتن که میانو منو پیدا میکنن و میکشنم. بعد از اینکه به مرگ تهدید شدم، حتی از بیرون رفتن از خونه هم میترسیدم. حتی یک تغییر کوچک هم میتواند باعث اعتراض های شدید شود. ییم هیونجو مجری تلویزیون کاری کرد که در کره جنوبی تصمیمی جسورانه خوانده میشود. اون نخستین زنی بود که موقع اجرای برنامه زنده عینک زد. من از خودم پرسیدم که آیا واقعا اشتباهه که موقع اجرای برنامه عینک بزنم؟ اگه ایرادی داره که مجریهای مرد هم نباید عینک بزنن، اما اونا بدون اینکه بهش فکر کنن این کار رو انجام میدن. خب چرا زنها نتونن عینک بزنن؟ برخی امیدوارند جنبشی که در کره جنوبی راه افتاده بتواند به پیشرفت‌های جدی در از بین بردن تبعیض علیه زنان در این کشور کمک کند. لورا بیکر، BBC نیوز. برنامه امروز هشتگ شما به موضوع سهمیه بندی در کنکور دانشگاه‌ها در افغانستان اختصاص داره. در برنامه امروز هشتگ شما شرکت کنید و نظرتون رو درباره سهمیه بندی دانشگاه‌ها و راهیابی آسان‌تر محصلان مناطق محروم و کوچی‌ها به دانشگاه‌ها با بقیه در میان بگذارید. برای اینکه نظرتون رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفنتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. این بود این بخش خبری. ممنون از همراهی شما.